خب، با عرض سلام و درود خدمت دوستان بسیار عزیز ارجمند و خوش آمدگویی به یاران بسیار خوبی که علاقمندان به ادبیات فارسی هستند و در حضور شما استفاده میکنیم و لذت میبریم از خواندن اشعار حافظ و مولانا و سعدی. من طبق روال گذشته با اجازتون ابتداعا با سعدی شروع میکنم و چند تا غزل از سعدی رو میخونیم و بعدم یه بریک خواهیم داشت و با هم دیگه شروع خواهیم کرد راجع به مسائلی که در این اشعار وجود داره بحث و تبادل نظر خواهیم کرد. خب، ابتداعا غزل شماره 61 از بخش مواعظ رو شروع میکنیم که سعدی میفرماید: پاکیز روی را که بود پاک دامنی، تاریکی از وجود بشوید به روشنی. گر شهوت از خیال دماغت به در رود، شاهد بود هر آنچه نظر بر وی افکنی. ذوق سماع مجلس انست به گوش دل، ذوق سماع مجلس انست به گوش دل، وقتی رسد که گوش طبیعت بیاکنی. بسیار بر نیاید شهوت پرست را، کش دوستی شود متبدل به دشمنی. خواهی که پای بسته نگردی به دام دل، با مرغ شوخ دیده مکن هم نشیمنی. شاخی که سر به خانه همسایه میبرد، تلخی برآورد مگرش بیخ برکنی. زنهار گفتمت قدم معصیت مرو، ورنه نزیبتت که دم معرفت زنی. سعدی، هنر نه پنجی مردم شکستن است. مردی درست باشی اگر نفس بشکنی. سعدی، هنر نه پنجی مردم شکستن است. مردی درست باشی اگر نفس بشکنی. خب، میبینید که دو مرتبه استاد عجل جناب سعدی بزرگوار از صنعت غزل استفاده کرده برای درس اخلاق گفتن مجددن به ما. به هیچ وجه جنبه عشق بازی که محتوای غزل هست رو نداره، ولی بسیار زیباست. میگه که پاکیز روی را که بود پاک دامنی، تاریکی از وجود بشوید به روشنی. میگه اگر دو تا صفت در یه فرد وجود داشته باشه، اولا پاکیز روی باشه، اگر پاکیز روی رو به مفهوم مثلا زیبایی چهره در نظر بگیریم، یا تمیز بودن، به اصطلاح حالا مطهر بودن به قول بعد، ضمناً پاک دامن هم باشه. پس کسی که هم زیبا روست و هم پاک دامن، هم شامل مرده و هم شامل زنه. هیچ فکر نکنید که فقط این مخصوص خانم است، نه، چون مرد هم میتونه ناپاک دامن باشه و میتونه پاک دامن باشه. پس پاکیز روی را که بود پاک دامنی، تاریکی از وجود بشوید به روشنی. تاریکی های وجود انسان رو چیکار میکنه؟ اون آدم پاک میکنه و قلب انسان رو روشن میکنه. گر شهوت از خیال دماغت به در رود، شاهد بود هر آنچه نظر بر وی افکنی. میگه تو شهوت رو از مغز خودت بیرون کن، ذهنت رو ذهن پاک کن، با دیده شهوت به اطراف نگاه نکن. اون وقت به هر کسی که به اصطلاح نگاه کنی زیبایی رو میبینی. اونجا دیگه زیبایی چهره مطرح نیست، زیبایی روح انسانها رو درک میکنی که بسیار جذاب است. خب، ذوق سماع مجلس انست به گوش دل، وقتی رسد که گوش طبیعت بیاکنی. میگه وقتی که گوش طبیعت رو، یعنی گوش ظاهری، گوش سرت رو به اصطلاح کنار گذاشتی، بیاکندی، کنار گذاشتی، اون وقت هستش که تازه صدای ذوق رقص سماع به اصطلاح مجلس انس به گوش تو خواهد رسید. یعنی جهان هستی رو در رقص و زیبایی میبینی و همه چیز برای تو زیباست و اون موسیقی و اون رقصی رو میشنوی و میبینی که
با گوش سر نمی شود دید و شنید، یا با چشم نمی شود دید و شنید. بسیار بر نیاید شهوت پرست را، کش دوستی شود متمدل به دشمن. این آدم های شهوت پرست خیلی طول نمی کشه که ظاهر دوستی های ظاهرشون به دشمنی تبدیل میشه. واقعا هم مشخصه دیگه، آدم هایی که شهوت پرست هستن اولا ناپایدار هستن در دوستی هاشون، و بعدم به ناموس مردم، به اصطلاح محارم مردم، به اون چیزی که متعلق به اونها نیست چشم طمع دارن، و طبیعتا این پاینده نخواهد بود. خواهی که پای بسته نگردی به دام دل، با مرغ شوخ دیده مکن هم نشیمنی. میگه اگر که میخوای به دام دلت نیفتی، اسیر هوا هوسای خودت نشی، با مرغ شوخ دیده، مرغ شوخ دیده، شوخ دیده یعنی چشم ناپاک دیگه، میگه با موجودات، با آدمهای ناپاک هم نشینی نکن، چون اگه با آدمهای ناپاک هم نشینی کنی، حتی اگه خودت هم پاک باشی، اولا در مزان اتهام قرار میگیری، یک، دومی که خدای نکرده روی تو هم تاثیرگذار خواهد بود و ممکنه که دل و جان تو رو هم منحرف کنه، اون وقت پای بسته دام دلت خواهی شد که اون وقت بسیار بد. شاخی که سر به خانه همسایه میبرد، تلخی برآورد مگرش بیخ برکنی. این هم خیلی نکته جالبیه، میگه اون شاخه که سرش میره تو خونه همسایه، یعنی چی؟ یعنی تجاوز میکنه و به اصطلاح چشم طمع داره به همسایه، اون تلخی به بار میاره. مطمئن باش، حالا اون همسایه هر کی میتونه باشه، میتونه دختر همسایه باشه، میتونه پسر همسایه باشه، میتونه شوهر همسایه باشه، میتونه زن همسایه باشه، میتونه هر ناموسی از همسایه باشه، فرق میکنه، مردان هم نداره، این بالاخره ایجاد تلخی میکنه. پس بهتره که از بیخ بکن، یعنی اون هوس رو اساسا ریشه کن کن. زنهار گفتم از قدم معصیت مرو، ورنه نزیبتت که دم معرفت زندی. میگه اگر تو، بهت هشدار دارم میدم، سعی کن در مسیر معصیت حرکت نکنی. اگر در اون مسیر حرکت کردی، دیگه تو شایسته نیستی که دم از معرفت و شناخت و محبت و خداشناسی و عشق و به اصطلاح صداقت و پاکی و راستی بزنی. آدمی که تو اون مسیر رو حرکت میکنه، دیگه تو این وادی نمیتونه گام بزن. سعدی، هنر نه پنجه مردم شکستن است، مردی درست باشی، مردی درست باشی اگر نفس بشکنی. میگه اگر بخوای آدم درستی باشی، باید با نفست مبارزه کنی. این شکستنه، نمیدونم، پنجه مردم، این نشان دهنده مردی و مردانگی نیست. یعنی چی؟ مردی و مردانگی به جسم نیست، به زور نیست، به قلدری هم نیست. مردی و مردانگی به این هستش که تو تا چه حد میتوانی که نفس اماره خودت رو تحت کنترل قرار بدی و در بند کنی. این همون کاری بود که فریدون با ضحاک کرد، ضحاک رو در بند کرد، ضحاک رو نتونست بکشه، یعنی اجازه نداشت که بکشه. خب اما میام سر غزل بعدی که از این غزلهای معروف سعدی، باز هم در قالب غزل به نصیحت گویی و به اصطلاح هدایت انسانها پرداخت. میفرماید که اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر شهوت نفس لذت نخوانی. میبینید خیلی واضحه، یعنی واقعا احتیاجی به توضیح و تشریح نداره، من فقط اون قسمتی که نیاز هست خدمتتون میگم. اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر شهوت نفس لذت نخوانی. هزاران در از خلق بر خود ببندی، گرد باز باشد در آسمانی. یه اگه در آسمانی بر روی تو باز میشه، در خلق بر خود میبندی. سفرهای الوی کند مرغ جانت، گر از چنبر آز بازش پرانی. میبینید مرغ جانت پرواز در عالم ملکوت میکنه اگر از چنبر به صراح پنجه به صراح اون باز آز، باز به اصطلاح طمع
بتونی اون نفس خودت رو آزاد کنی، این مثل مرغ جان در ملکوت پرواز میکنه. ولی اینکه تو را صبر عنقا نباشد که در دام شهوت به گنجشک مانی، تو نمیتونی مثل عنقا باشی به خاطر اینکه در دام شهوت مثل گنجشک در دام شهوات مادی زندگی خودت چی شدی؟ اسیر شدی. تو دیگه نمیتونی مثل عنقا سیمرغ بشی و در قله قاف به قول معروف آشیان کنی که بتونی یه آدمی مثل زال رو تربیت کنی. زه صورت پرست دیدنت می هراسد که تا زنده ای ره به معنی ندانی. ببین میگه من از این میترسم که تو خیلی صورت پرستی و به همین دلیل میترسم که هرگز به معانی راه پیدا نکنی، به معرفت جان راه پیدا. اونایی که خیلی دنبال ظواهر زندگی هستن کمتر به معنویات دست پیدا میکنن. گر از باغ اون صد گیاهی براید، گیاهت نماید گل بوستانی. چقدر قشنگه. یکی اگر از باغ اون صد گیاهی براید، حالا این گیاه رو در مقابل گل قرار داده، یعنی یه چیز کم ارزشتر، کوچکتر، چیزی که هنوز گل نداره، فقط سبز چند تا برگ داره. میگه اگه از باغ انس یه گیاه کوچولی برای تو به وجود بیاد، یعنی یه دستاورد اینگونه داشته باشی، گیاهت نماید گل بوستانی. هر گیاهی رو که دیگه نگاه کنی مثل گل بوستان زیبا به نظرت بیاد. یعنی چی؟ یعنی اون چشم بصیرت تو باز میکنه اون گیاه انس، و چون چشم بصیرت باز میشه زیبایی های جهان هستی رو میتونی براحتی ببینی. دریغ آیدت هر دو عالم خریدن، اگر قدر نقدی که داری بدانی. اگر تو قدر خودتو بدونی به خاطر این ارزشی که به قول معروف در خودت احساس میکنی، دیگه دوتا عالم رو حاضر نیستی که به اصطلاح به قیمت نقد جان خودت بخری. یعنی فوق العاده مقامت از این که هست بالاتر. میگه به ملکی دمی زین نشاید خریدن، که از دور عمرت بشد رایگانی. وای وای وای. به ملکی دمی زین نشاید خریدن که از دور عمرت بشد رایگانی. میگه این دوران عمرت که از بین رفت، مجانی از دستش دادی، نمیتونی با این، یعنی قیمتش اونقدر زیاده که یک ملک، یک کشور، یک کشور رو هم میتونی باش بخری. دیگه به ملکی دمی زین نشاید خریدن که از دور عمرت بشد رایگانی. میگه اون ثروتی که از دست دادی به اصطلاح ارزشش بالاتر از یک ملک، یک ملک، یک سلطنته. همین حاصلت باشد از عمر باقی، که همچنینش به آخر رسانی. همین حاصلت باشد از عمر باقی اگر همچنینش به آخر رسانی. ببینید دیگه که حسرت، اگر انسان عمر خودش رو مفت و مجانی از دست بده، از این وقت که داره و داره میگذرونه استفاده نکنه، بهره مند نشه، در واقع حسرت حاصل عمرش خواهد بود. همین حاصلت باشد از عمر باقی اگر همچنینش به آخر رسانی. میگه اگر همینجوری عمرتو به رایگان به آخر برسونی، هیچ چیزی حاصل نخواهد باشد. بیا تا از زندگانی به دستت، بیا تا به از زندگانی به دستت، چفتا تا صرف شد زندگانی. میگه که ببین عمرت رو از دست دادی، ببین چی گیرت اومده. اگر انسان عمرش از دست میده، در قبال عمری که از دست میده زندگانی بکنه، برنده است. یعنی زندگی بکنه، زندگی پربار و پر حاصل بکنه، برنده است. وگرنه هیچی به دست نیورده و بازنده است. بیا تا به زندگانی به دستت، چفتا تا صرف شد زندگانی. میگه ببین عمرتو که تلف کردی، ببین چی به دست آوردی، زندگانی به دست آوردی یا نه.
چنان می روی ساکن و خواب در سر که می ترسم از کاروان باز مانی. میگه خیلی بی هوا داری حرکت میکنی، حواست پرته، متحرک نیستی و خواب در خواب فرو رفتی و از این می ترسم که از کاروان عمر چیشی عقب بمونی. حواستو جمع کن. این حرفا واسه این جوونا به خصوص خیلی اهمیت داره که این جوونا طفلکا حواسشون جمع بشه و بدونه که از عمرشون چجوری باید استفاده کنه. بعد بفرماید که وصیت همین است جان برادر که او آزای مکن تا توانی. صدفوار باید زبان در کشیدن که وقتی که حاجت بود در چکانی. میبینید میگه او اولا که میگه که تو بیت قبلی میگه که وصیت من اینه که اوقات رو ضایع نکن. بعدم میگه صدفوار باش. یعنی چی؟ یعنی دهانت ببند، زیادی حرف نزن و توی دهان خود در و گوهر پرورش بده، مثل صدف که لولو به قول معروف مروارید پرورش میده. میگه اینو در و گوهر در دهان خود پرورش بده که هر وقت لازم بود اون دهان خودتو باز کنی و اون در و گوهر رو چیکار کنی؟ بیرون بریزی. گفت کم گوی و گزیده گوی چون زور چی؟ آخرش میگه که از اندک توش جهان شود پر. بعد میگه همه عمر تلخی کشیده سعدی که نامش برآمد به شیرین زبانی. میگه من خیلی زحمت کشیدم، من سعدی تلخی ها کشیدم، زحمت ها کشیدم، مطالعات کردم، تجربه ها اندوختم، مسافرت ها کردم، سختی ها در مسافرت ها، جونش به خطر افتاده، چند بار اسیر شده بنده تو. میگه حالا بعد از همه اینا نام من به شیرین زبانی چی شده؟ به سرا شهره شده و همون کار صدف رو در واقع انجام داده. به ابتدا خوب آموزش دیدم که بعد بتوانم که آموزش بدهم. خب اما بعد میفرماید که بر بود دلم در چمنی سر به روانی، زرین کمری سیمبری موی میانی، خورشید وشی ماه رخی زهره جبینی، داغوس لبی سنگ دلی تنگ دهانی، عیسی نفسی خضر رهی یوسف عهدی، جم مرتبه ای تاجوری شاه نشانی، شنگی شکرینی چو شکر در دل خلقی، شوخی نمکینی چو نمک شور جهانی، جادو فکنی اشوگری فتنه پرستی، آسیب دلی رنج تنی آفت جانی، بیدادگری کج کلهی عربده جویی، شکر شکنی تیر قدی سخت کمانی، در چشم عمل معجزه آب حیاتی، در باب سخن نادره سحر بیانی، که زلف و رخ و لعل لب او شده سعدی، آهی و سرشکی و قباری و دخانی. والا میبینید این شعر چقدر موزون، چقدر خوش آهنگ، چقدر زیبا. آدم رو یاد غزلیات مولانا میندازه که انگار در حالت وجد و سماع به اصطلاح شعر میگه. این همون حالت رو بارم دست میده. من والا احساس بکنم اصلا هیچ نیازی به ترجمه و تفسیر نده. سر تا پای شعر توصیف زیبایی های معشوقشه که میگه یه همچین موجودی بالاخره دل ما رو برده. بر بود دلم در چمنی سر به روانی، زرین کمری سیمبری موی میانی. این تا آخرم که میگه که زلف و رخ و لب لعل لب او شده سعدی، آهی و سرشکی و قباری و دخانی. میبینید که به سرا زلفش ایجاد آه کرده، رخش باعث گریه شده، لبش به سرا قبار ایجاد کرده و به هر حال دودی از دل این جناب سعدی برآورده است. خب اینو دیگه تا همینجا نگه میدارم، میرم سر غزل بعد. میفرماید که یار آن است که زهر از قبلش نوش کنی، نه چو رنجی رسدت یار فراموش کنی. به به
یار یاری آن است که یاری آن است که زهر یاری آن است که زهر از قبلش نوش کنی، نه چون رنجی رسدد یار فراموش کنی. هاون از یار جفا بیند و تسلیم شود، تو چه یاری که چو دیگ از غم دل جوش کنی. علم از دوش بنه ورنه ور اصلی فرماید، یه بار دیگه، علم از دوش بنه ور اصلی فرماید، شرط آزادی که آن است که بر دوش کنی. راه دانا دگر و راه دانا دگر و مذهب عاشق دگر است، ای خردمند که عیب منمت گوش کنی. شاهد آن وقت بیاید که تو حاضر گردی، مطر آنگاه بگوید که تو خاموش کنی. سر تشنیع نداری طلب یار مکن، سر تشنیع نداری طلب یار مکن، مگست نیش زند چون طلب نوش کنی. پای در سلسله باید که همان لذت عشق در تو باشد که گرش دست در آغوش کنی. مرد باید که نظر بر ملخ و مور کند، مرد باید که نظر بر ملخ و مور کند، آن تأمل که تو در زلف و بناگوش کنی. تا چه شکلی تو در آینه همون خواهی دید، شاهد آینه توست ار نظر هوش کنی. سخن معرفت از حلقه درویشان پرس، سعدیا شاید از این حلقه که در گوش کنی. خب ببینیم اینجا چه مطلبی رو جناب سعدی داره میگه. ظاهرا سعدی به عنوان اول شخص داره صحبت میکنه و ما دوم شخص هستیم که مخاطب در واقع سعدی قرار گرفتیم. میگه که یاری آن است که زهر از قبلش نوش کنی، نه چو رنجی رسدت یار فراموش کنی. خب داره به ما توصیح میکنه، میگه اگر تو واقعا یار هستی باید که تحمل اینو داشته باشی که زهر از قبل یار خودت چیکار کنی؟ نوش کنی. فقط به اصطلاح رفیق دوره شادی ها و جشن و تولد و نمیدونم بخور و بچر و این حرفا نباشه. نه چون رنجی رسدد یار فراموش کنی، که تا اگر یه رنجی برات رسید یا خواسته او داشت یا او در رنجی قرار گرفت و از تو چیزی خواست که تو رو به رنج میانداخت که بهش کمک کنی، یارو فراموشش میکنی. پس برای موجود یار نیست، یار اونی هستش که آمادگی رو داشته باشه که زهر از یار خودش رو هم بنوشه. هاون از یار جفا بینه و تسلیم شود، تو چه یاری که چو دیگ از غم دل جوش کنی. هاون که خب میدونید که باش میکوبن دیگه و ضربه های زیادی میخوره، میگه او ضربه میخوره اما تسلیمه. ولی تو چه جوری یاری هستی که مثل دیگ به جوش میاد و تا یه غمی نارنتی بهت میرسه فوری سرسداد میاد بالا. علم از دوش بنه ور اصلی فرماید، شرط آزادی آن است که بر دوش کنی. بله میگه که علم از دوش بذار و اگر به اصطلاح شیرینی به اصطلاح گفت که انجام شیرینی ازت خواست و براش به اصطلاح ببری، یا مثلا حرف شیرین به زد یا چیز شبیه به این، شرط آزادگی این هستش که اگر اینجا اصلی فرماید یعنی دوباره مثلا ازت کاری رو خواست که انجام بدی، میگه شرط آزادگی آن است که بر دوش کنی. من نمیدونم اینجا مفهوم بسیار این اصل فرمودنش چی هستش. میگه به هر حال تو باید گوش به فرمان یار باشی. اگر علم رو دوشت داری در مقابلش به زمین بذاری، و یا اینکه اگر گفت کار دیگه ای براش انجام بدی، اصل اگر اصل مثلا گفت بذار رو دوشت، اصل بذار رو دوشت و اون کار انجام بدی. شاید مفهومش اینه که گاهی اوقات ممکنه یار از شما کار بزرگ بخواد، گاهی اوقات کار کوچک بخواد. در هر شرایط نباید بگی که آقا این دیگه زیبنده ای من نیست که کار کوچک انجام بده، بعد اون کارم انجام بده. راه دانا و دگر و مذهب عاشق دگر است، ای خردمند که عیب من متوش کنی. ای خردمندی که داری عیب من میکنی که میگی چرا اینجوری انجام دی، چرا اون کار انجام میدی. من کارم بر اساس عشق
نه بر اساس عقل، من بر اساس عشق دارم حرکت میکنم. بنابراین ممکنه خیلی از کارهایی که من انجام میدم با معیار کار آدمای دانا که مبتنی بر عقل کارهایی رو انجام میدن با هم مغایرت داشته باشه. پس بنابراین من سرزنش نکن. شاهدان وقت بیاید که تو حاضر گردی، مطر آنگاه بگوید که تو خاموش کنی. این هم که دیگه مشخصه، میگه شاهد معشوق وقتی که تو آمادگیشو داری بر تو ظاهر میشه، نه هر لحظه و هر وقت که تو دلت بخواد. نه، تو باید آماده باشی تا معشوق به سمت سراغ بیاد. اون داستان مولانا رو یادتون باشه که به اصطلاح به عاشق معشوق، به عاشق خودت گفتش که من نصف شب میام سراغت و ایشون منتظر مون تا نزدیکای نصف شب، بعد خوابش بود. معشوق اومد، چهار تا دونه گردو ریخت جیب این و بعدم رفت. یعنی چی؟ یعنی که تو عاشق نیستی، آمادگی نداری. اگر عاشق واقعی بودی تا صبح نباید میخوردی. بنابراین برو فعلا گردو بازی کن. بعد میگه که مطربان گاه بگوید که تو خاموش کنی. مطرب وقتی حرف میزنه که تو ساکت باشی. پس بنابراین تو باید آمادگی لازم رو داشته باشی که مطرب بخواند در گوش تو و معشوق بیاید در حضور تو. سر تشنیع نداری طلب یار مکن، سر تشنیع نداری طلب یار مکن، مگسل نیستند چون طلب نوش کنی. بله، اگر دنبال این هستی که به نوش برسی، به شهد برسی، بی‌زحمت زنبور هم نیشت میزنه، میری سراغش زنبور نیشت میزنه. پس بنابراین اگر آمادگی سرزنش شنیدن نداری طلب یار هم چی مکن. پای در سلسله باید که همان لذت عشق در تو باشد که گرش دست در آغوش کنی. به 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 دیگه پات باید در سلسله قرار بگیری. یعنی چی؟ پات در بند زلف معشوق باید قرار بگیره. اگر این اتفاق افتاد، میگه پای در سلسله باید که همان لذت عشق یا لذت عشق در تو باشد که گرش دست در آغوش کنی. میگه اگر پات در سلسله موی دوست قرار گرفت، درست مانند آن است که دست در آغوش او کرده باشی. یعنی تو در مسیر قرار بگیری، در دام او گرفتار بشی، انگار که او رو در آغوش گرفت. مرد باید که نظر بر ملک امور کند، آن تأمل که تو در زلف و بناگوش کنی. ببین اینجا دقیقا تفاوت اون بحثایی که توی شعر قبلی هم گفته رو چیکار میکنه برای ما بیان میکنه. میگه که همون لذتی که تو از نگاه کردن به زلف و بناگوش به دست میده، مردان واقعی وقتی که بر ملخ و مور نگاه میکنن همون لذت رو میبرن. یعنی چی؟ یعنی جلوه های زیبایی های خلقت خداوندی، زیبایی های خلقت خداوندی فقط چهره زیبای یک مرد خوشتیپ یا یک زن زیبا رو یا یه نمیدونم ماشین حالا آنچنانی که حالا دیگران ساختن، این نیست. زیبایی های مثلا خلقت الهی در همه اجزای خلقت چه وجود داره، حتی در چهره یک مار، در چه میدونم یک عنکبوت. وقتی انسان با دید بصیرت به عنکبوت نگاه میکنه، میبینه واقعا چقدر ظرایف در خلقت این عنکبوت به کار برده و این عنکبوت چه نقش بزرگی در جهان هستی نشون میده. حتی یک مورچه چقدر ظرافت وجود داره. من بهتون یه بار گفتم مورچه 120 برابر وزن خودش رو حمل میکنه، اصلا چیزی که غیر قابل تصوره برای یک انسان. 120 برابر. قوی ترین مردان جهان 1.5 برابر وزن خودشون بیشتر نتونستن به اصطلاح زر بلند کنن. توجه کرد؟ این تازه برای چند لحظه. این 120 برابر وزن خودشو هم بید. ببین حالا چه مکانیزمی در بدن این موشه به کار برده شد. بعد میگه که بله مرد باید که نظر اینم که گفتم تا چه شکلی تو در آینه همان کنی، شاهد آینه توست ار نظر خوش کنی. به به
میگه که تو هر شکلی که باشی در آینه همون شکل خودتو میبینی. بعد میگه شاهد آینه توست از نظر هوش، هر نظر هوش. میگه اگر تو با دید بصیرت نگاه کنی شاهد آینه توست. اگر شاهد زیباست بدانی که اعمال تو هم زیباست. شنیدید میگن که مرگ هر کس به شکل اعمال او سراغش میاد. این خیلی نکته ظریفیه. دیدید بعضی ها در موقع مردن وحشت زده هستن، چهرهاشون اصلا در هم ریخته است. من حالا متاسفانه دیدم مواردی رو که طرف وقتی که مرده چهرهاشون فوقلاده سیاه و وحشت زده است. من اینا رو دیدم. ولی بعضی هم دیدی وقتی که مرده انگار در یک خواب خوش زیبایی، انگار که اصلا خوابه، انگار که تو رویاست طرف وقتی که مرده. میگه که تا چه شکلی تو در آینه همه خواهی. ببین تو چه شکلی هستی، نه چهره ظاهری دار، چهره سیرته چه شکلیه. در آینه به اصطلاح معشوق هم همین خواهی. اگر معشوق زیبا به چشم میاد اعمالت هم زیباست. اگر معشوق تو متاسفانه وحشتناک به چشم بیاد بدون که اعمالت هم اعمال درستی نه. سخن معرفت از حلقه درویشان پرس، سعدیا شاید از این حلقه که در گوش کن. دیگه که معرفت در حلقه درویشانه، از اونا بپرس و شایسته است که این سخنان رو، این سخنان معرفت رو در گوشمان آویزه گوشمان قرار بدیم تا همواره این سخنان معرفت در گوش ما زمزمه بشود و مراقب اعمال و رفتار و گفتار و کردار خودمون باشیم. خب اینم آخرین فکر میکنم غزلی هستش که من خدمتون باید بخوانم از این بخش از سعدی. آقا دکتر جونم سلام. سلام، من فقط خوب هستین، سلام عرض میکنم. سلام عرض. میخواستم لغت اصلی رو من کردم که یه معنی های دیگه هم داره، شاید یه معنی دیگهش برای این شعر بیشتر جور داره. آره من خودم شک کردم دخترم. حالا بذار تو چیز با هم صحبت کنیم، توی به سالا بریک صحبت کنیم. باشه دخترم. مرسی دخترم، مرسی. میگه مبارک ساعتی باشد که با منظور بنشینیم، به نزدیکت بسوزاند مگر که از دور بنشینی. عقابان میدرد چنگال باز آهنین پنجه، تو را بازی همین باشد که چون عصفور بنشینی. نباید گر بسوزندت که فریاد از تو برخیزد، اگر خاکی که چون پروانه پیش نور بنشینی. گرد با ما خوش افتاده است چون ما لاابالی باش، نه یاران مست برخیزند و تو مستور بنشینی. می خور که سر دنیا توانی خواستن یک دل، نه آن ساعت که هشیارت کند مخمور بنشینی. تمنای شکم روزی کند یغمای مورانت، اگر هر جا که شیرین است چون زنبور بنشینی. به صورت زان گرفتاری که در معنی نمی بینی، فراموشت شود این دیو اگر با حور بنشینی. نپندارم که با یارت وصال از دست برخیزد، مگر که از هرچه هست اندر جهان مهجور بنشینی. میان خواب و بیداری توانی فرق کرد، آنگه که چون سعدی به تنهایی شب دیجور بنشینی. خب این آخرین غزل امشب ما هستش از جناب سعدی. یه مروری بکنیم ببینیم چی گفته. میگه مبارک ساعتی باشد که با منظور بنشینی، به نزدیکت بسوزاند مگر که از دور بنشینی. خب منظور یعنی همون معشوق دیگه. میگه اگر اون لحظه ای که با معشوق مینشینی در حضورش هستی، این ساعت مبارکیه. خیلی هم نمیتونی بهش نزدیک بشی چون معشوق خطرناکه، سوزاننده است، هر کسی نمیتونه بهش نزدیک بشه. میگه اما از دور بشینی همون حرارتش فقط به تو برسه کفایت. عقابان میدرد چنگال باز آهنین پنجه، تو را بازی همین باشد که چون عصفور بنشینی.
میگه اسبور یعنی گنجش. میگه عقابان به اصطلاح چنگال باز آهنی پنجره رو میدرن، یعنی به اصطلاح قدرتمندن عقابان. تو را بازی همین باشد که چون عصفور بشی، یعنی تو باز بودنت در این باید باشد، در این حد باید باشد که مثل گنجشک باشی. یعنی چی؟ که شکار عقاب بشوی. تو ممکنه باز باشی برای خودت، ولی باید مثل گنجشک بنشینی که اسیر عقاب بشی. به قول مولانا میگه که اون آهویی که در مقابل شیر قرار میگیره و آرزوش این هستش که به وسیله شیر چی بشه؟ خورده بشه و از بین بره. چرا؟ برای اینکه میخواد جزی از وجود شیر بشود. توجه کردی چی میخوام بگم؟ این یعنی فنای لله شده. بعد میگه آقاوان میدرد چنگال باز آهنین پنجه، تو را بازی همین باشد که چون عصفور بنشینی که شکار بشی. نباید گر بسوزندت که فریاد از تو برخیزد، اگر خواهی چو پروانه، اگر خواهی که چون پروانه پیش نور بنشینی. یعنی میگه اگه بخواه پیش نور بشینی، اگر سوختی نباید فریاد بزنی. بالاخره گرد با ما خوش افتاده است چون ما لا ابالی باش، نه یاران مست برخیزند و تو مستور بنشینی. میگه ببین اگه بخوای همراه ما باشی، سعدی داره به کی میگه؟ داره به ما میگه. اگه بخوای همراه ما باشی، مثل ما بر لاابالی باشی. نه، ما لاابالی هستیم، مست میشویم در این مجلس و بر میخیزیم. اگر تو همچنان مستور و در پرده قرار گرفته باشی و مست نشده باشی، معلومه که با ما نیستی، همراه ما نیستی، از این باده نوش نکردی. اگرم باده نوش کردی رو تو اثر نکرده، متاسفم با حاله. می خور که از سر دنیا توانی خواستن یک دل، نه اون ساعت که هشیارت کند مخمور بنشینی. ببین میگه یه می بعد بخوری که بتوانی از سر این دنیا برخیزی، یعنی دل از این دنیا بکنی، یعنی بری توی وادی دیگه، بری توی ابعاد دیگه، در یه مختصات دیگه زندگی کنی. میخور کستر دنیا و توانی خواستن یک دل، نه اون ساعت که هوشیارت کند مخمور بنشینی. نه اینکه می بخوری که وقتی که هوشیارت میکنن تازه مخمور بشی، توجه کردی، و خمار باشی و حرکتی نتونی. طرف یا مخمور خمار یا مست. خب تمنای شکم روزی کنن یغمای مورانت، اگر هر جا که شیرین است چون زنبور بنشینی. ببین این اشاره به اصطلاح تمایلات این دنیایی دیگه. میگه اگر مثل زنبوری باشی که هر جا که یه چیز شیرینیه بری دنبال اون، دوچار تمنای شکم شدی و این عمل باعث میشه که به وسیله موران به یغما بروی، نابود بشوی. وقتی زیادی شیرین میشی، وقت مورچه ها میان سراغه. این مورچه ها کیا هستن؟ اون ذره ذره به اصطلاح تمایلات دنیایی هستش که روح و جان تو رو چکار میکنن؟ کوچولو کوچولو میکنن، از بین میبرن و تو رو از رسیدن به معرفت الهی باز میدارن. بعد میگه به صورت زن گرفته آوری که در معنی نمیبینی، فراموش شود این دیو اگر با هور بنشینی. به به به، چقدر قشنگ. به صورت زن گرفتاری که در معنی نمیبینی، تو گرفتار صورتی، در حالی که اگر چشم بصیرت باز کنی و معانی رو درک بکنی که درست مثل این نوره که با هور همنشینی کرده باشی، با چشم بصیرت اگر به جهان هستی نگاه کنی انگار که با هور همنشینی کردی، دیگه از دیو صورت پرستی خودتو چکار کردی؟ نجات دادی. نپندارم که با یارت وصال از دست برخیزد. یه بار دیگه، نپندارم که با یارت وصال از دست برخیزد، مگر که از هر چه هست اندر جهان مهجور بنشینی. مهجور نشستن یعنی از هجر میاد دیگه، دوری کردن.
میگه در صورتی که مگر اینکه از زخارف دنیایی دوری بکنی اون موقع هستش که میتوانی به یار وصل یا به وصول یار برسی یا با یارت وصل دست وصال دست بدهد. پس میگه فکر نمی کنم به یار دست وصال به تو برسد مگر اینکه از هر چی که در این جهان مادی هست خودت رو دور کنی. دست وصال تو به یار اون موقع خواهد رسید. بیان خواب و بیداری توانی فرق کرد آنگه که چون سعدی به تنهایی شب دیجور بنشینی. داره به اصطلاح سعدی ریاضت هایی رو که کشیده برای ما بحث میکنه. میگه شب دیجور به اصطلاح شبی که آدم با تنهایی و بسیار در تاریکی به اصطلاح طی میکنه اون شب یا شب دیجور. میگه اگر میخوایی به اصطلاح بین خواب و بیداری رو تشخیص بدی، یعنی حق از باطل رو تشخیص بدی، تو هم بعد مثل سعدی شبهای زیادی رو به قول معروف به سیر و سلوک و عبادت و شب زنده‌داری بگذرونی تا به مرحله‌ای برسی که خداوند این توفیق رو به تو بده که بین خواب و بیداری بتونی چیکار کنی؟ تشخیص بدی. خب من دیگه در همینجا استاپ شیر میکنم و خب اما حالا میایم سراغ جناب مولانا که ببینیم که شعری که از مولانا میخواییم بکنیم کدوم. بله این شعر هست، امیدوارم که دوستا دارم میبینن به راحتی. بله میفرماید که ای جان جان جانها، جانی یا چیز دیگر، و ای کیمیای کانها، کانی یا چیز دیگر، ای آفتاب باقی، وی ساقی سباقی، وی مشرب مذاقی، آنی یا چیز دیگر، ای مشعل یقین را، وی پرورش زمین را، وی عقل اولین را، ثانی یا چیز دیگر، ای مظهر الهی، وی فر پادشاهی، هر صنعتی که خواهی، تانی یا چیز دیگر، هر گون غرایبی را، هر بوالعجایبی را، هر غیب و غایبی را، دانی و چیز دیگر، زن عشق همچو افیون، لیلی کنی یا مجنون، ای از سنات گردون، ثانی و چیز دیگر، ای نور صدرها را، امید صبرها را، بر اوج ابرها را، رانی و چیز دیگر، ای فخر انبیا را، وی زخر اولیا را، وی قصر اجتبا را، بانی و چیز دیگر، ای گنج مغفرت را، وی بحر مرحمت را، من غیر در گوه بله بذارم میگه ای گنج مغفرت را، وی بحر مرحمت را، من غیر درگهت را، شانی و چیز دیگر، چشمی که غیر رویت بیند ز بهر زینت، باشد در این جریمت زانی و چیز دیگر، ای اصل مبدا، وی دست گیر فردا، گشتم به دست سودا، آنی و چیز دیگر، پر است این دهانم، بر غیر تو نخوانم، چون هست غیر گوشت، فانی و چیز دیگر. خب ببینید که در واقع این غزل به معنی واقعی غزل معاشقه است و راجع به معشوق صحبت میکنه. تو گویی که با معشوق داره نجوا میکنه مولانا و ما هم به عنوان سوم شخص اینجا نشستیم و داریم این نجوا رو چیکار میکنیم؟ گوش میکنیم. میگه ای جان جان جانها، جانی و چیز دیگر، وی کیمیای کانها، کانی و چیز دیگر. خب جان 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 تازه یعنی به خلوص نهایی میرسانه، میگه تازه او هستی
و چیز دیگر، آن چیز دیگری که قابل توصیف نیست. حالا جان لطیفترین چیزی است که ما در این جهان هستی میتونیم ازش یاد بکنیم، ولی اون چیز دیگری است که از جان هم لطیفتره. وی کیمیای کانها، کانی و چیز دیگه. تو میگه تو کیمیا هستی، کیمیای کانها هستی، یعنی کانها رو تازه تو به وجود میآوری، تازه کانی و چیز دیگه. ای آفتاب باقی، وی ساقی سواقی. خب آفتاب باقی که مشخصه، ازلی ابدی، ای روشنایی بخش ازلی و ابدی. چون میدونید که آفتاب منشأ حیات دیگه، نور، حرارت، گرما، این منشأ حیات. میگه ای آفتاب باقی، آفتابی که دائمی هستی، وی ساقی سواقی، یعنی کسی که ساقی ساقی ها هستی، یعنی همه ساقی ها تازه پیش تو میان از دست تو نوش میکنن. وی مشرب مذاقی، آنی، ای کسی که شرب میکنی مذاق های مختلف را، یعنی به اصطلاح برای هر مذاقی شربی داری، آنی یا چیز دیگر. و یک موجودی هستی، یک پدیده هستی که قابل بحث هم نیست. ای مشعل یقین را، وی پرورش زمین را، وی عقل اولین را، ثانی یا چیز دیگر. مشعله یقین، مشعله یعنی روشنایی بخش، یقین هم که یعنی به حقیقت رسیدن، به اصطلاح اعتماد رسیدن، موقن، یقین، به اصطلاح چیزی را دانستن به ضرس به اصطلاح واقع. دیگه ای مشعل یقین را، ای کسی که ایمان و یقین رو چیکار میکنی؟ روشن میکنی. به پرورش زمین را، ای کسی که زمین را پرورش میدی. و ای عقل اولین را، ثانی و چیز دیگه، ای کسی که عقل اولین رو دومیش تو هستی. در واقع باز هم به نظر من راجع به عقل اول و دوم صحبت، وارد این بحثای خیلی فلسفی عمیق داره که عقل اولین رو خود خداوند میدونن و عقل ثانی رو به اصطلاح خود عقل انسانی میدونن، ولی میگه که تو اول آخر، اول و دوم و سوم خودت هست. ای مظهر الهی، وی فر پادشاهی. ببینید اینجا وقتی یه مظهر الهی میاد، دیگه ما باید تصور کنیم که راجع به شمس تبریزی احتمالاً داره صحبت، چون خود خداوند مظهر خدا نیست، خود خداوند خداوند، اله اله. بگه ای مظهر الهی، وی فر پادشاهی، هر صنعتی که خواهی تانی یا چیز دیگر. میتونه اینجا به سلام مخاطب، اگر معشوق رو به سلام شمس بگیریم، معنی میده. بگه ای کسی که مظهر خداوند هستی و فر پادشاهی داری، هر صنعتی که بخوای میتونی انجام بدی و چیزهای دیگر. هر گون غرایبی را، هر گون عجایبی را، هر غیب و غایبی را دانی یا چیز دیگر. اینا بیشتر به صفات الهی برمیگرده. میگه هر غریبی، هر کار عجیب و غریبی، هر بل عجایبی رو، هر غیبی رو میدونی، هر غایبی رو میدونی کجاست، همه اینا رو میدونی و چیزهای دیگه هم باز میدونی. بنابراین اگر راجع به شمس داره صحبت بکنه، مقام شمس رو به حد الهی بالا میده. بعد دیگه زن عشق همچو افیون، لیلی کنی یا مجنون، ای از سنات گردون، ثانی و چیز دیگر. میگه که از عشقی که افیونه، عشقی که آدم ها رو از خود بی خود میکنه، لیلی و مجنون به وجود میاری، از این عشقی که در قلب ها میاندازی که آدم ها رو از خود بی خود میکنه، لیلی و مجنون میسازی. ای از سنات گردون، ثانی و چیز دیگر. میگه ای کسی که از به سلام سناگوییت گردون ثانی شده، و یعنی جهان هستی در سناگویی تو به صلاح سناگو هستن و چیز دیگه، یعنی تو انقدر مقام بالاست که جهان هستی سنای تو رو. این میتونه یه سبقه قرآنی داشته باشه که میفرماید که همه موجودات عالم هستی به صلاح ذکر خداوند رو میگه. میگه ای نور سطرها را، امید صبرها را، بر اوج ابرها را رانی و چیز دیگر. میگه که ای کسی که
به اصطلاح نور سینه ها هستی و امید صبرها هستی، کسانی که به اصطلاح صبر میکنن و رنج میکشن به امید تو دارن این رنج ها و صبر ها رو میکنن. بر اوج ابرها را رانی و چیز دیگر، یا بر اوج ابرها را رانی و چیز دیگر. ابرها را در آسمان تو داری حرکت میدی و کارهای دیگر هم که میکنی. ای فخر انبیا را و ای زخر اولیا را و ای قصر اشتباه را بانی و چیزی دیگر. ای کسی که فخر انبیا را به وجود میاری، ای کسی که ذخایر و مثلا اون اعتبار اولیا رو به وجود میاری، ای کسی که قصرهای اجابت شده، قصرهای متعالی رو به وجود میاری، بانی اونها هستی. حالا این قصرها منظور نه که حالا قصرهای زمینی، قصرهای آسمانی، قصرهایی که در معنویت ساخته میشه، بانی اینها هستی و چیزهای دیگه. ای گنج مغفرت را و ای بحر مرحمت را و ای غیر درگهت را شانی و چیز دیگر. میگه کسی که گنج مغفرت در نزد توست، بحر رحمت در از من غیر درگهت را، من غیر درگهت را شانی و چیز دیگر. میگه که مثلا اینجا شانی نمیدونم شأن داشتن معنی میده. میگه کسی که غیر از درگهت شأنی ظاهرا وجود نداره، درگاه تو هستش که شأن عبادت رو داره، شأن معنویت رو داره. چشمی که غیر رویت بیند ز بهر زینت، باشد در این جریمت زانی و چیز دیگر. میگه اگر یه چشمی باشه که غیر از روی تو رو به عنوان زیبایی بخواد نگاه بکنه، در این وادی زیانکار است و چیز دیگر، یعنی بسیار زیانکار است. یعنی زیبایی فقط در روی توست و در جلوه زیبایی توست، هر چیز دیگه ای رو غیر روی تو بخواد به عنوان زیبا تلقی کنه، در این وادی چه زانی هستش، زیانکاره. ای اصل اصل مبدع و ای دست گیر فردا، گشتم به دست سودا آنی و چیز دیگر. میگه که ای کسی که اصل اصل مبدع هستی و دستگیر فردا هستی، میگه من به دست سودا آنی شدم. من نمیدم آنی یعنی دشمن، از اون میاد و یا چیز دیگه یا گمراه مثلا بشه. میگه که تو اصل به سلام مبدع جهان هستی و دستگیر ما هستی در آینده و در فردا، و من به دست سودا گمراه شدم. پر است این دهانم بر غیر تو نخوانم، چون هست غیر گوشت فانی و چیز دیگر. میگه من دهانم پره و این پری دهانم رو فقط بر روی تو خالی میکنم، فقط برای تو میگم، برای تو حرف میزنم، زیرا که غیر گوش تو هر گوش دیگری فانی و نابود شده نیست. یعنی ارزش نداره که من اون دری که سعدی میگفت در دهانت مثل به اصطلاح صدف نگه دار و بعد اون موقعی که لازم هست بچکانش. میگه من این صحبت هایی که تو دل و قلب و روح من وجود داره فقط به گوش تو میگویم و هیچ کسی دیگه ای ارزش اینو نداره، زیرا که فانیست و نابود شده. بحبه. اینم ادامه همون شعر، اجازه بدینم بخونم. میگه که ای محو عشق گشته جانی و چیز دیگر، ای آنکه آن تو داری آنی و چیز دیگر. اسرار آسمان را و احوال این و آن را از لوح نادبشته خانی و چیز دیگر. هر دم ز خلق پرسی احوال عرش و کرسی، آن را و صد چنان را دانی و چیز دیگر. لعلیست بی نهایت در روشنی به غایت، آن لعل بی بها را کانی و چیز دیگر. حکیمی که راند فرمان روز الست بر جان، آن جمله حکمها را رانی و چیز دیگر. چشمی که دید آن رو گر عشق راند این سو، آن چشم نیست بله زانی و چیز دیگر. آن چشم احول آمد، آن چشم احول آمد، در گام اول آمد، کو گفت اولی را ثانی و چیز دیگر.
هر کو بقا نیابد از شمس حق تبریز، او هست در حقایق فانی و چیز دیگر. به به. ببینید اینجا اسم شمس تبریزی رو آورده به صراحت، ولی مفهوم شعر واضحه، مفهوم پیچیده انصافا میگه ای محو عشق گشته جانی و چیز دیگر، ای آن که آن تو داری آنی و آن چیز دیگر، ای کسی که آن رو تو داری، آنی که به اصطلاح مجهوله و همیشه شعرا هم حافظ و هم مولانا و بعضا سعدی به آن دیگر اشاره کردن که قابل توصیف نیست. میگه ای کسی که محو عشق شدی، تو جان هستی و چیز دیگه، و تو همونی هستی که آن رو داری و چیز دیگه. اسرار آسمان را و احوال این آن را لوح ناشر نوشته خانی و چیز دیگه. میگه تو اسرار آسمان و زمین رو میدونی، احوال این و اون رو میدونی. از کجا؟ از لوح ناشر. یعنی چی؟ در بصیرت و در سیرت جهان هستی نگاه میکنی و احوال جهان هستی رو میدونی. هر دم ز خلق پرسی احوال عرش و کرسی، آن را و صد چنان را دانی و چیز دیگه. میگه ظاهرا از این اون سوال میکنی راجع به احوال عرش و کرسی، جهان به اصطلاح این کرسی، جهان زمینی و عرش آسمان، اما هیچ نیازی به این پرسش نداری، زیرا که خودت همه رو خیلی خوبتر از هر کسی دیگری میدانی. لعلیس بی نهایت در روشنی به غایت، آن لعل بی بها را کانی و چیز دیگر. میبینید یک لعلی هست، یاقوت لعل که بی نهایت روشنه، و تو در واقع کان آن لعل هستی، یعنی معدن اون لعل تو هستی، که یعنی وجودت روشنایی قایت بی نهایت. حکمی که راند فرمان روز عوض بر جان، آن جمله حکم ها را رانی چیز دیگه. تو همونی هستی که در روز الست فرمان بر جانهای موجودات زنده راندی و اون به اصطلاح تعهد رو از ما گرفتی، که آیا من نگفتم که من پروردگار شما هستم و شما گفتید بلی و این تعهد رو به پروردگار خود دادی؟ تو اون حکم رو صادر کردی. چشمی که دید آن رو گر عشق راند این سو، آن چشم نیست بله زانی یه چیز دیگر. ببینید میگه اون چشمی که آن رو رو دید، میگه چشمی که دید آن رو گر عشق راند این سو، آن چشم نیست نیست بله زانی یه چیز دیگر. میگه که اون چشمی که اون رو رو دید، اون زیبایی جمال رو دید و عشق او رو به اصطلاح به این سو برگردان، اون چشم رو به این سو، یعنی به این جهان برگردان، یعنی کسی که بر روی زمین هست ولی آن رو را دیده است در وادی عشق، عشق باعث شده که آن روی زیبا را ببیند، آن چشم نیست بله زانی و چیز دیگر. اون چشم زیانکار نیست، اون چشم زیانکار نیست، آن چشمی که روی زیبایی تو را، آن چشم احول آمد در گام اول آمد، کو گفت اولی را ثانی و چیز دیگر. اون چشمی که اولین حقیقت رو ثانی دید، آن چشم احول است، آن چشم چپه و به صلاح گمراهه. اونی که تو هستی، تو همون اولی هستی، ثانی نیستی، اولی به اولی و آخری خودتی. هر کو بقا نیابد از عشق شمس تبریز، یا هر کو بقا نیابد از شمس حق تبریز، او هست در حقایق فانی و چیز دیگر. آن کسی که در حضور شمس بقا پیدا نمی کند، در حقیقت او فانی و چیز دیگر است. یعنی اگر ما در واقع اشاره به خودشه که میگه من در حضور شمس بقا یافتم، و هر کسی که به این بقا در حضور شمس های زمان خودش نرسه، او فانیست و چیزی دیگه. خب اینم از این بخش جناب مولانامون از غزلیات حافظ. اگه من نخونم احساس گناه شدید میکنم.
جواب دکتر کلانتری هم نمیتونه بده. بعد میگه که دوش دیدم که ملائک در میخانه زد. این شعر رو من اصلا ترجمه نمی کنم، شعر بعدی رو هم میخونم. میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. چقدر قشنگه. یعنی چی؟ یعنی آدم، وجود آدم پیمانه است که خداوند این رو ساخته که تو شراب عشق رو بریزه. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، با من راه نشین باده مستانه زدن. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. جنگ 72 ملت همه را عذر بده، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدن. آتشان نیست که از شعله او خندت شب، آتشان است که در خرمن پروانه زدن. کس چو حافظ نکشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدن. خدا وکیلی این بیت آخر رو باید با آب طلا بنویسن. از زیبایی فصاحت و بلاغت و استعاره و اصلا انصافا انگار که نشسته الماس تراشیده این حافظ در این بیت آخر. ببین چیکار کرده. اصلا معرکه کس چه حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدن. اصلا دیگه از این زیباتر من موندم. چطور میتونه آدم این حرف رو بزنه؟ خب دیگه من نمیدونم چی بگم، انقدر زیبا و انقدر روشنه که اصلا احتیاج به توصیف من نداره. یعنی من هر یک کلمه حرفی که بخوام بزنم واقعا شعر رو خراب کردم، یعنی در خودم نمیبینم. از وجود انسان صحبت کرده، از جام وجود انسان که شراب الهی باید توش ریخته بشه، اینا نشستن این ملائک اینو ساخته. اصلا معلومه این حافظ در حالت کشف و شهود بوده انصافا وقتی این شعر رو میگفته، توی عوالم دیگه ای بوده، داشته تو آسمون سیر میکرد. بعد راجع به جنگ 72 ملت داره صحبت میکنه که انواع اقسام نهله های فکری و فلان بسیار به وجود میاد به خاطر اینکه نتونسته حقیقت واقعی رو درک کنه. هر کسی میخواد بگه مسیر من از این مسیر برسیم، خیلی ها در این مسیر ها میرن و گم میشن، به این جام نمیرسن. بعدم راجع به صلحی که میان خودش و خداوند وجود داره صحبت میکنه، میگه ما با هم مشکلی نداریم، به خاطر اونایی هم که صوفیان واقعی هستن از شادی به صلاح ساغر شکرانه میزنن. بعدم راجع به اون آتش الهی صحبت میکنه که میگه آتش این نیست که شعله شمع حالا داره آتش درست میکنه، نه، آتش اونی که در خرمن پروانه زده میشه و پروانه رو با خودش میسوزونه و از بین میبره. خر پروانه کیه؟ پروانه خود این حافظه، خود اون صوفی اهل سیر و سلوکه که آتش در وجودش زده، مثل مولانا که آتش در وجودش زده میشه. بعد میگه حالا این چه قشنگه، کس چه حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب. میگه اندیشه در نقابی بوده، فکر، تعقل، عشق واقعی، بصیرت، اون چه که فردوسی بهش میگه خرد. میگه این رخش پوشیده بوده. چجوری این رخ باز شده؟ به وسیله حافظ این رخ باز شده و چهره زیبای اندیشه دیده شه. تا سر زلف سخن را به قلم شانزده، یعنی سخن رو تشبیه میکنه به چی؟ به موی زیبا. این مو وقتی گره در گره هستش زیبایی نداره دیگه، اینو باید شونه کنی تا موها صاف بشه، بعد بزنی کنار چهره دیده بشه. این رو میگه من با قلمم این ظرف رو شانه کردم، باز کردم اصلا زیبا شد تا چهره به سر سخن یا چهره به سر اندیشه خودشونشون داد. کس چه حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدن. به به
کیف کردم واقعا، این بیت فوق العاده فوق العاده. خب من فکرم دیگه کافیه امشب، همین مست شدیم از سخن حافظ، همینجا کفایت بکنیم و من برگردم خدمت دوستان و